اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. وعده داده بودیم خدمت عزیزان و سروران که کسانی که با پرخاشگری و توهین به بزرگان و انتقادات جاهلانه در حوزه شروع کردن به سر و صدا، اینها رو اون اصل حرف هاشون رو ما نقد بکنیم. یه مقدمه ای من عرض میکنم خدمت این دوستان و بعد وارد نقد میشیم. مقدمه نکته اول این استش که ببینید دوستان، شما اون وقتی هم که تحول در حوزه رو شروع کردید، متاسفانه با توهین به بزرگان شروع کردید. یادمون نمیره که شما نسبت به مراجع معظم تقلید، آیه که خدای متعال نسبت به فرعون میفرماید، این رو نسبت به مراجع معظم تقلید شما این آیه رو خوندید که فاستخف قومه فاتاؤه. همونجا معلوم شد که شما انقلابی نیستید، چون امام راحل عظیم الشان فرمودن که کسی که به مراجع توهین بکنه، رابطه ولایت بین او و خدای متعال قطع میشه. همونجا بدنی انقلابی حوزه از شما جدا شد و شما هنوز همون مسیر غلط رو دارید ادامه میدید و امروز رسیدید به انتقاد به اعاظم و بزرگان که این انقلاب رو بنا کردن. ما از ابتدا با شما در این مسائل مشکل داشتیم و اشتباه کردیم. اگر اون موقع هم سکوت کردیم، البته بنده سکوت نکردم، همون موقع هم ما به شما عرض کردیم که بیایید شما برای مناظره، ولی باز هم شما فرار کردید. یه اشتباه دیگه شما تاختن به ساختارهای حوزه بود. همون موقعی که باز شما تحول رو فریاد می زدید، شما برای تحول نه جامعه مدرسین رو قبول داشتید، نه مجمع نمایندگان رو قبول داشتید، نه مراجع معظم تقلید رو قبول داشتید، نه فضلا و مدرسین رو قبول داشتید، شما فقط خودتون رو قبول داشتید و می خواستید این مسیر رو به تنهایی برید و آخر این مسیر هم که دعوت طلبه ها به شرکت نکردن در امتحان بود موفق نبودید و آخر این مسیر هم باز هم موفق نخواهید شد، چون شما ظاهرن هیچ فهمی نسبت به ساختارها و نقش ساختارها و نقش بزرگان در حوزه علمیه و همینطور در سیاست ندارید. مسئله دیگه ای که شما دارید برادر من، عزیز من، مسئله شما سوء استفاده از رسانه است. شما همیشه سعی میکنید به جای حرفهای متقن با پرخاش در رسانه به بزرگان، با نقد بزرگان خودتون رو مطرح کنید. شما همون موقع شیخ انصاری رو نقد کردید و همون موقع مدعی بودید که بسته کامل اجتهادی رو تولید کردید، اما هیچ کدوم از بزرگان این بسته شما رو ازش استقبال نکردن، چون حرفای شما متقن نبود، چون مطالب شما صحیح نبود و چون بزرگان حس کردن که شما با تاختن به شیخ انصاری میخواید فقط یک سوء استفاده بکنید و خودتون رو مطرح بکنید. کما اینکه شما در مناظره عادلانه ای که برگزار شد بی اخلاقی کردید و اونها رو متهم به بی اخلاقی کردید، در حالی که حرف شما نقد شده بود. الان هم میخواید این ترفندها رو ادامه بدید، میخواید مظلومیت اخلاقی و مظلوم نمایی اخلاقی بکنید اگر در بحث ها تاب و توان و منطق و استدلال نداشتید. منتها این مسیری که شما دارید میرید، این مسیر مسیر قبلی نیست و کما اینکه در مسیر قبلی شکست خوردید و کامل شکست خوردید، در این مسیر که دارید میرید، این مسیر دیگه شکست نیست بزرگوارید، در این مسیر دیگه مزمحل خواهید شد. من به عنوان دوست شما، به عنوان برادر شما، به عنوان دلسوز شما به شما عرض میکنم که
دست از این مسیر غلط و از این پرخاشگری به بزرگان و کوبیدن ساختارها بردارید. این مسیر مسیری نیستش که آینده خوشی داشته باشه. مسئله دوم در مورد اسلام و مطالبی است که شما در مورد اسلام می‌فرمایید. والله ما این قرآنی که شما میگید نشناختیم، والله این پیامبری که شما میگید ما نشناختیم. این قرآن و این پیامبر خلاف شما رو دارن فریاد میزنن. ما اصلا به این قرآن و پیامبری که شما معرفی میکنید هیچ اعتقادی نداریم و من متاسفم که باید بگم شما دارید خدای متعال رو متهم میکنید. آی خدای متعال نمیتواند در این عصر مدرن کاری برای بشر بکند؟ آیا خدای متعال نمیتواند و برنامه‌ای ندارد و حکومت و ساختاری برای بشر در این عصر مدرن ندارد؟ حرف شما اتهام به خداست، حرف شما اتهام به رسول الله است، حرف شما اتهام به قرآن است. این مسائلی که شما مطرح میکنید همیشه بوده. با این تفکری که شما دارید در این چند هزار سالی که به بشر گذشته کی بوده که دین تفوق داشته باشه؟ کی بوده که انبیا و صلحا تفوق داشته باشن؟ اگر به منطق شما باشه شاید دین نباید می اومد. نه اینکه دین نمیتواند حکومت موفق در عصر مدرن داشته باشد. آیا حضرت نوح توانست به موفقیت برسه؟ آیا حضرت آدم توانست به موفقیت برسه؟ آیا حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی علی نبینا و آلی و علیهم السلام تونستن موفق باشن؟ با منطق شما رسول اللهی که 23 سال حکومت کرد چه شد که چه جور حکومت کرد؟ چه مردمی تحویل داد که بعد از رسول الله مردم جانشینی که او معین کردن نخواستن؟ پس رسول الله در اصل کارش شکست خورد، چون نتوانست اون حکومتی که تشکیل داده بود به فرد صالح منتقل بکنه. با منطق شما امیرالمؤمنین چه کار کرد؟ 25 سال که خانه نشین بود، 5 سال هم که حکومت کرد، شعار عدالتی که داد، چقدر امیرالمؤمنین توانست عدالت رو محقق بکنه؟ با منطق شما امام حسن علیه السلام در عصر تفوق بنی امیه و سیطره مطلق بنی امیه و امام حسین در 10 سال بنی امیه چه کار کرد؟ و بعد در با یزید چه کار کرد؟ امام حسین از با منطقی که شما ارائه میدید که شکست مطلق خورد، در دوران سلطنت معاویه ساکت بود، در دورانی هم که آمد وسط میدان تمام اهل بیت رو و تمام یاران خودش رو به مسلخ برد. این چه منطقی است که شما دارید مطرح میکنید که خدای متعال متهم میشه، قرآن متهم میشه، انبیا متهم میشن؟ چرا شما به قرآن عظیم بگم بهتان میبندید، بگم تفسیر به رأی میکنید؟ آیا این آیه قرآن نیست؟ قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منکم. آیا این حرف حرف تنیزا نیست؟ اون وقت خدای متعال ابراهیم رو که به قومش میگه که انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. آیا این حرف تنیزا نیست؟ چرا انبیا رو متهم میکنید؟ چرا به این وادی افتادید که از بغض جمهوری اسلامی دین رو تحریف میکنید؟ برادر من، عزیز من، مسئله سوم انتقاداتی است که شما به امام راحله عظیم الشأن و به رهبری معظم وارد میکنید.
کی شما دینشناس شدید؟ کدوم آدمی در این حوزه شما رو دینشناس معرفی کرده که حالا به دینشناسی کسی که عمرش رو صرف علوم عقلی و علوم نقلی و احادیث و آیات کرده اشکال میکنید؟ کی دینشناسی شما رو تایید کرده؟ کی فقاهت شما رو تایید کرده که شما حالا رهبر انقلاب و امام خمینی سلام الله علیه و نقد میکنید؟ کی شما کار سیاسی کردید؟ کی شما در سیاست و در استراتژی و در راهبرد متبحر شدید که حالا حرف از این میزنید که راهبردهای جمهوری اسلامی مشکل داشته؟ کدوم سیاست مداری شما را داره تایید میکنه؟ شما چه سابقه سیاسی دارید؟ شما در این حوزه و غیر حوزه چه سابقه کار مدیریتی و اجرایی دارید که سر تا پای این مملکت رو دارید متهم میکنید؟ اگر ام دایر مدار بشه بین این که کسی که 60 خورده سال عمرش رو صرف فهم دین کرد و همه مجتهدین در قوم و نجف اجتهاد او رو تایید کردند، وقتی که امام در حصر رفتن و احتمال میدادن که امام خمینی رو بکشن همه علما تایید کردن، آیا این فرد اولاست به فهم دین یا شما؟ کسی که هیمنه آمریکا و روسیه رو شکست و 40 سال در این دنیای به قول شما مدرن و متلاطم و جنگ طلب جمهوری اسلامی رو در امنیت نگه داشت، آیا این بزرگان سیاست رو استراتژی رو بهتر میفهمن یا شما میفهمید؟ این کسانی که وقتی صحبت میکنن اندیشکده های آمریکایی کلمه به کلمه صحبت های رهبری معظم انقلاب رو میشینن تحلیل میکنن، اگر رهبری معظم این مقدار ابتذال در سیاست داشتن، آیا ما نباید همون سال اول شکست میخوردیم و سرنگون میشدیم؟ چطور است که ما 40 سال دوام آوردیم و ما صعود کردیم و دشمنان ما نزول کردن؟ اون روزی که ما با آمریکا در افتادیم قدرت مطلق بود و سیمخاردار اجازه نمیدادن به ما بدن. امروز ما داریم آمریکا رو در دریای سرخ و در خلیج فارس به چالش میکشیم. امروز اگر در خاورمیانه اتفاقی بخواد بیفته بدون حضور ما امکان نداره. آیا این سیاست‌های داهیانه امام و رهبری رو نشون نمیده؟ شما کی سیاست مدار شدید که این دو بزرگ رو به نقد میکشید؟ من به سهم خودم از امام راحل عظیم الشأن و از رهبر معظم انقلاب عذر میخوام که ما اجازه دادیم افرادی بیان که خودشون رو 1% شما نساختن، کل عمرشون رو با کوبیدن بزرگان دنبال شهرت طلبی بودن، حالا بیان و در حوزه های علمیه به شما پرخاش کنن. من از طرف خودم و همه کسانی که همزبان و همدل با بنده هستن، از امام راحل عظیم الشأن و از رهبر معظم انقلاب به خاطر کوتاهی هایی که در جهاد تبیین داشتیم عذرخواهی میکنم و به شما برادر من توصیه میکنم که از این مسیر غلط برگردید. ما تحمل نخواهیم کرد که شما مثل شیر فریاد بزنید، فریاد مناظره بزنید، به رهبر معظم انقلاب پرخاش بکنید اما مثل موش از مناظره فرار بکنید. اما اگر شما منطق دارید مناظره بکنید، اگر نمی ترسید مناظره بکنید، دست از این کاسبکاری های سیاسی بردارید. در این مملکتی که
شمایی که نه فقاهتتون نه سیاستتون هیچ اثبات شده نیست، این مقدار آزادی بیان هست و شروع میکنید به پرخاش به بزرگان برای اینکه خودتون رو مطرح بکنید، من توصیه میکنم که دست از این پرخاشگری ها و دست از این مسیرهای غلط بردارید. وقتی جرأت مناظره ندارید، وقتی منطق ندارید، وقتی فرار میکنید از مناظره، وقتی فقط رسانه رو واسطه میکنید برای اینکه یک طرفه صحبت بکنید، دست از این مسیر بردارید. حوزه علمیه قم و طلاب انقلابی این مسیری که شما طی میکنید رو تحمل نخواهند کرد و به وظیفه انقلابی عقلی و شرعی خودشون عمل خواهند کرد. یک روایتی رو این دوستان آوردن و مطرح کردن که خیلی اشکال میشه به این روایت کرد برای چیزی که این بزرگواران مستند خودشون و حرفای خودشون قرار دادن. من چند تا نقد کوتاه و فقط مطرح میکنم، چون نقد خواه اگر بخواد کامل مطرح بشه خیلی طول میکشه. نکته اول این استش که خود این آیون میگن که امام صادقی که در مقام تقیه است، و روایت در جایی هستش که باز امام رضا علیه السلام دارن مسئله تقیه خودشون رو توضیح میدن. خیلی عجیبه، چطور میشه ما بگیم روایت تقیتن صادر شده و در مقام تقیه صادر شده، بعد این روایت راه برد اهل بیت است؟ تو هر حدیثی ما بیایم بگیم که آقا مثلا امام در مسئله فرض بفرمایید که امر عرف و نهی از منکر تقیه می کردن، بعد یه روایتی در این مورد وارد شده داره روایت رو توضیح میده، داره امر عرف و... خب آقای بزرگوار، شما این تقیه رو میخواید چه کار بکنید؟ یعنی اهل بیت تو خود این مسئله تقیه داشته باشن و روشن نباشه که اون هدف اصلیشون چیه و روشن نباشه که راه برد اصلیشون چیه، اینو چطور میخواید جواب بدید؟ وقتی خودتون میگید که امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام در مقام تقیه‌اند و این روایت رو مطرح میکنن، چطور میشه روایت تقیه‌ای باشه بعد ما انتظار داشته باشیم که تمام مطالب رو غیر تقیه‌ای گفته باشه؟ خیلی واقعا حرف عجیبیه. این یه نکته. نکته دوم، روایاتی است که و آیاتی است که با این روایت معارضه داره. مثلا روایت لا یقیم امر الله سبحانه و تعالی الا من لا یصانع امر خدای متعال رو کسی اقامه نمیکنه مگر کسی که مدارا نداره، ولا یزارع کسی که خشوع یا طبق بعضی تفسیرها تشابه به باطل نداره، ولا یتبع المطامع. روایت معارض رو چه کار میکنید؟ چطور شد روایت معارض رو در نظر نمیگیرید، فقط این روایت رو در نظر میگیرید؟ نباید این روایات رو یه اشاره ولی که این به بعضی از این روایات و کثیری از آیات که مورد عرض میشود استناد میتونه باشه، نباید اینا رو یه اشاره میکردید که حداقل اینا جواب شما چیه؟ اینم یه نکته که باید مورد توجه قرار بگیره. پس نکته اول این استش که وقتی روایت تقیه ایست اصلا وجه صدورش مشکل پیدا میکنه و استناد به این روایت به این راحتی نمیشه در مورد مسئله‌ای که گفتن. مسائل و اشکالات فراوان دیگه ای هم هست که بماند. فقط یک نکته دیگه، بحث حافظا للسانه، که شما این رو به نگرفتن موضع‌های تنش‌زا تعبیر کردید. واقعا ما به مردم، به عرف، به متخصصین این روایت رو بدیم بگیم حافظا للسانه، شما چی ازش میفهمید؟ کی میاد اینو بگه که ما موضع‌های تنش‌زا نگرفتن رو میفهمیم؟ واقعا این چه جور فهمیست؟ چطور اولین نفر شما همچی چیزی فهمیدید؟ اصلا چه جور
ظهورگیری است از این روایت. اینم یه نکته. خب چند تا نقد هم در مورد تطبیقاتی که شما نسبت به این روایت داشتید عرض میکنم. یکی در مورد عرض میشود که رسول مکی است که شما میگید رسول مکی در ضعف مطلقه و این هیچ موضع تنش‌زایی نگرفته. من واقعا نمیدونم چجور شما اینو میخواید جواب بدید که خدای متعال مثلا به رسول الله صلوات الله علیه فرمود که شما موضع تنش‌زا نگیرید، بعد خود خدای متعال دائما میاد موضع‌های تنش‌زا میگیره. مثلا در عرض میشود که من فقط جزء 29 و جزء 30 که میگم بیشتر این سور مکی است، من فقط از اونجا برای شما چند تا از آیات رو بخونم. این چجور میشه پیامبر نباید موضع تنش‌زا بگیره اما خدای متعال هی موضع تنش‌زا میگیره، هی موضع تنش‌زا میگیره؟ واقعا حرف عجیبیه. در سوره مبارکه ملک آیه 7 میفرماید وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم. حالا شما فرض کنید که پیامبر این آیه رو برای مثلا کافران داره میخونه. کسانی که به خدای متعال به پروردگار کفر ورزیدن برای اونها عذاب جهنم است و بئس المصیر. این یه دونه آیه. در آیه 15 سوره مزمل انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. واقعا من نمیفهمم این چی. اگر این خطاب به امثال ابو سفیان و ابو لهب باشه این چه موضع تنش‌زایی است که میگی که ما به شما پیامبر نازل کردیم همونطور که به فرعون پیامبر نازل کردیم، یعنی تو مثل فرعون هستی که فاستخف قومه فأطاعوه و اون آیاتی زیادی که در مورد فرعون هست، چون خیلی آیه ما در مورد فرعون داریم، اسم فرعون اصلا برده شده. این یا آیه دوباره، اینم یه موضع تنش‌زای دیگه که بعدم فرمود فعصا فرعون و رسول فأخذناه اخذن و بیلا. در دوباره سوره مبارکه عرض می شود که انسان انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا. حالا این آیاتو پیامبر می خونه، اینا موضع تنش‌زا. در عرض می شود که باز آیه دیگه در آیه 40 عرض می شود که بله انا انذرناکم، در سوره مبارکه عرض می شود که بله حالا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر کنت ترابا. ما شما را از عذاب نزدیک میترسونیم روزی که انسان نگاه میکنه به اون چیزی که دستش پیش فرستاده و بعد میگه که کاش من خاک بودم. حالا پیامبر نباید موضع تنش‌زا بگیره، خدا هی موضع تنش‌زا میگیره. در سوره مبارکه دیگه میفرماید وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره اولئک هم الفجرة الکفره. ویل للمکذبین، در این جزء 29 و 30 ببینید مکرر ویل للمکذبین، ویل للمکذبین مکرر اومده. عرض می شود که حالا یکی دو تا دیگه هم بخونیم. من نمیدونم واقعا قرآن رو ما نمیبینیم یا نمیخوایم، یه حداقل این آیات چیه؟ بعد پیامبر موضع تنش‌زا نگیره، عرض میشود خدا این موضع تنش‌زا بگیره. در عرض میشود که بله بله الذین کفروا، از سوره انشقاق بله الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون فبشرهم به عذاب علیم. در سوره غاشیه میفرماید که فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. همینطور شما آیات قرآن رو ببینید، خدای متعال پیامبر نباید موضع تنش‌زا بگیره ولی خدای متعال هی موضع تنش‌زا میگیره، هی موضع تنش‌زا میگیره و عرض می شود که
نقشه پیامبر رو به هم می‌ریزه. در این از قرآن، حالا روایات رو من عرض می‌شود که رها می‌کنم. در ببینید دیگه پیشنهاد، ببینیم این تاریخ چه می‌فرماید. در مورد عرض می‌شود که در اوائل دعوت علنی سران و اشراف قریش رفتن سراغ حضرت ابو طالب سلام الله علیه تا جناب ابو طالب رو از حمایت رسول خدا باز دارن. ببینید اونها چی گفتن به جناب ابو طالب. اونها گفتن به جناب ابو طالب برادر زادت از خدایان ما عیبجویی میکنند و به آنها ناسزا میگوید. پیامبر مکی شما میفرمایید هیچ موضع تنش‌زایی نگرفته، خب به آنها ناسزا میگوید و دین ما را نکوهش میکند و عقلهای ما را سبک میشمارد و پدران ما را گمراه میداند. حال با خودت چاره بیندیش و آنها را از این کار بازدار. یا عرض میشود که دوباره رفتن پیش، عرض میشود که جناب ابو طالب تو همین قضیه که پیامبر آخرش میفرمان که اگر خورشید در دست راستم و ماه در دست شدم، به جناب ابو طالب گفتن ای ابو طالب، تو از نظر سن و سال و شرافت و منزلت بر ما سبقت داری، از تو درخواست کردیم که برادر زادت رو از این کار بازداری ولی چنین نکرد. به خدا قسم ما دیگر نمیتوانیم ناسزاگویی به خدایان و پدران و سبک شمردن عقلهای من را. اینا موضوعی تنیستان نیست، پیامبر میگه شما سبک عقلید و عیبجویی از آیین من را سر کنیم، یا خودت این را از اون کار بازدار و یا آنکه بر ضد تو و او وارد عمل خواهیم شد و کارزار خواهیم کرد. خب عرض می شود که حالا یه من دیگه ببینید پیامبر هیچ موضع، یکی از تناقضای شما اینه، فقط موضع تنیستا مشکل داره، کار تنیستا هیچ مشکلی نداره. حالا شما ببینید عرض می شود که پیشنهاد سران قریش رو ببینید و ردی که پیامبر میکنه. ای برادر زاده، عتبه ابن ربیعه نماینده قریش به خدمت رسول خدا رفت و گفت ای برادر زاده، در ازای دست برداشتن از دعوتت اگر مال و ثروت میخوای، هر اندازه ثروت بخوای ما برای تو فراهم میکنیم، ما از همه توانیم، اگر خواستار ریاستی. پیشنهاد تنش زدا دادن، ما تو را به سلطنت خود میگماریم و هیچ کاری را بدون رأی و فرمان تو انجام نمیدیم. خب پیامبر چی فرمودن؟ اگرم بعد گفتن که اگر جن زده یا نمیتونی خودتو دور کنی پزشک برات بیاریم و اینها. بعد که عتبه صحبتاش تموم شد، پیامبر فرمودن صحبت تموم شد، گفت بله. حضرت فرمودن که عرض میشود که آیات سوره فصلت نازل شد، که آیات 1-5 سوره فصلت نازل شد، که حالا برید ببینید که چه آیاتی نازل شد و خدای متعال در برابر این پیشنهادی که شاید بهترین پیشنهاد بود گفتن آقا شما رئیس ما هر کاری هم میخوای بپذیر، چرا پیامبر اینا رو قبول نکرد؟ و حالا این تاریخ اینی که میگه اتفاقا موضع‌های پیامبر و سخنان پیامبر موضع‌های سازش ناپذیر بوده. شما اون چیزی که دارید تحریف میکنید پیامبر سازش ناپذیره. در مورد عرض میشود پیامبر مدنی، خیلی برای من جالبه، خود شما در صحبتاتون گفتید که جنگی از جنگهای پیامبر که جنگ بدر جنگ پیش دستانه بود، پیامبر نباید موضع تنش‌زا بگیره اما اگر عمل تنش‌زا بکنه اشکال نداره. این خیلی واقعا عجیبه. یا پیامبر حتی در مدینه موضع تنش‌زا نداشت، وقت من نمیدونم چجور این آیه عرض میشود که قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قال لقومه انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این چجور این آیات نازل شده؟ یا محمد رسول الله صلوات الله علیه و الذین معه اشداء علی الکفار، خدای متعال به پیامبر میگه که تو شدید باش با کفار، یعنی موضع تنیستا نگیر. این واقعا کسی اینو میفهمه از آیه؟
چرا ما به این روز افتادیم که کثیری از آیات قرآن رو اصلا نمیدونم نشنیدیم، ندیدیم، نمیخوایم بگیم. اون آیات اگر هست این آیات هم هست. حالا شما آیه ای هم که ظاهرن اونطور شاهد نداشتید این آیات رو آوردید. اشداء علی الکفار و هما و بینهم. اینم پیامبر مدنی. خب پیامبر مدنی موضع تنیسزا نمیگیره، کار تنیسزا میکنه. یا شما عرض میشود که قضایایی که معروفه که به همین قضایا پیامبر متهم کردن به خشونت، قضیه کعبه ابن اشرف، قضیه ابو رافع، قضیه عقبت ابن معید، قضیه ابو افک شاعر، قضیه اسماء بنت مروان، پیامبر در مدینه هیچ موضع تنیسزایی نمیگیره، اما تا دلت بخواد کار تنیسزا انجام میداد. از جنگ بدر بگیر و از کار بدر بگیر تا کاری که با اینها کرد و آیاتی که تنیسزاهی نازل میشون. اینم واقعا عجیبه. این از پیامبر مکی و مدنی که شما معرفی کردید و من نمیدونم پاسختون برای این اشکالات چیه. در مورد امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین یک موضع تنیسزا نگرفت. اولا خطبه خوانی حضرت زهرا چیه؟ آیا خطبه فدک خطبه تنیسزا نیست؟ سخن تنیسزا نیست؟ یعنی امیرالمؤمنین باید موضع تنیسزا نگیره اما حضرت زهرا میتونه بگیره. حضرت زهرا تمام نقشه های امیرالمؤمنین رو میتونه بر باد فنا بده با یه خطبه فدکیه. اینم چیز عجیب. این یک خطبه شیخ شقیه که من نمیخوام متناشو بخونم که چی جور امیرالمؤمنین راجع به خلفا صحبت میکنه. آن خطبه شیخ شقیه خطبه نیست که طبق نظر شما تنیسزا باشه. یا رجال و اشباه الرجال، این حرفای امیرالمؤمنین اینا تنیسزا نیست؟ یا امیرالمؤمنین گفتید اول که وارد شد اصلا موضع تنیزا نگید، بعد امیرالمؤمنین این خطبه 15 والله لو وجدته قد تزد وجبه النساء و ملک به الاما لرددته، این آیا اینا تنیزا نبود؟ اینا نبود که امیرالمؤمنین تا به حکومت رسید گفت من اگر بیت المال رو حتی باش کنیز خریده باشید ازتون پس میگیرم؟ هیچ کار تنیزای امیرالمومنین نمی کرد، نه خطبه شیخ شقیه، نه این خطبه دیگه، نه مسائل دیگه. اینا اصلا تنیزا نبود. اصلا اینا مصداق چیه من نمیدونم. واقعا امیرالمومنین رو اینجور تحریف کردن که بخوام جمهوری اسلامی رو بزنیم، خنددار واقعا. این امیرالمومنین که شما قبول دارید ما قبول نداریم، و این امیرالمؤمنین نه که ما قبول نشون، تاریخ هم همچی امیرالمؤمنین رو روایت نکرده و قرآن هم همچی امیرالمؤمنین رو روایت نمیکنه و همچی پیامبری رو روایت نمیکنه. اینم یک نکته در مورد امیرالمؤمنین. در مورد یه نکته هم عرض بکنم، در مورد واقعا سطح پایین بلکه بگم ابتذال تحلیلی که شما در مورد امیرالمؤمنین دارید، واقعا آدم تأسف میخوره که همونطور که شما تو همه امور سریع یه چیزایی رو میخونید و بعدم برای خودتون یک نظراتی رو عرض میشود که ابراز میکنید، اینجا هم همینطور. شما گفتید که امیرالمؤمنین از اصلاح مردم ناامید بود، رو آورد به اصلاح دولت خودش، با معاویه سر سازش نداشت. واقعا ابتذال در تحلیل عجیبه، واقعا سطح تحلیل پایین عجیبه. امیرالمؤمنین چون میخواد دولت خودش رو اصلاح بکنه با بنی امیه مشکل داره، یا مسئله همونیست که مورخین و محققینی مثل علامه عسکری و بقیه بزرگان گفتن که آقا مسئله اسلام امویست، مسئله تحریف اسلام است. امیرالمؤمنین بر سر اسلام، نه بر سر اصلاح دولت. اصلاح دولت که اگر بود که امیرالمؤمنین صبر میکرد، حالا دولت رو کم کم اصلاح میکرد، این همه فرماندار عوض کرد، حالا معاویه هم بالاخره یه جوری عوض میکرد. چرا با معاویه این مقدار نامنگاری و رفت آمد و بعد کار به جنگ بکشه؟ برای اصلاح دولت امیرالمؤمنین جنگ کرد. واقعا من نمیدونم اینا رو چی با ما باید بگیم.
چی باید به این عرض می شود که تحلیل های ضعیف و سست بگیم؟ من متاسفم که شما نه از تاریخ اسلام درست مطلعید، نه تحلیل درست تاریخی دارید و نه درست بیان می کنید. مسئله امیرالمؤمنین و امام حسن به حکومت نرسید، تا به حکومت رسید میخواست همون اصلاح دولت بکنه. واقعا این تعبیرهای شما و این تحلیلهای شما چجور جور در میاد؟ امام حسنی که هنوز مستقر نشده میخواد اصلاح دولت بکنه. نه برادر من، مسئله اسلام بود. اگر امیرالمؤمنین یک روز با اون قدرت و پشوانهی که داشت صلح میکرد با همچه شخصیتی، این ننگ بود تا ابد بر پیشانی امیرالمؤمنین علیه السلام. واقعا برای این تحلیل های شما متاسفیم. همین سنخ تحلیل رو در مورد امام حسن دارید، همین سنخ تحلیل رو در مورد امام حسین دارید، هم شما هم دیگرانی که امام حسین علیه السلام ناچارن از تحریف. اگر یک چیزی استراتژی است، نه همه جا استراتژی بوده، یه جا استثناء خورده. واقعا این حرفا عجیبه. و این حرفا نه با قرآن، نه با عقل، نه با عرض می شود که سیره اهل بیت جور در نمیاد. شما متاسفانه نه حرفاتون با آیات قرآن جور در میاد، نه حرفاتون با مواضعی که تاریخ نقل کرده از اهل بیت جور در میاد، نه با روایات جور در میاد. این هم یک مسئله است که شما این روایت رو آوردید، ولی این روایت به حدی نقد و نقض داره که واقعا من نمیدونم چجور بگیم. ما بگیم این روایت عقل سیاسی است، واقعا تعبیر عجیبی است که روایت عقل سیاسی. این هم از کلیتی که شما چیدید و تا آخر هم دارید غلط میرید. من همین موارد رو فقط شمردم، چون این دو نفر دیگه در اوج بودن و در قدرت بودن، رسول خدا صلوات الله علیه و امیرالمؤمنین، که ببینید که چقدر این حرف شما سسته. من در مورد پرخاش هایی که و نقد هایی که و تحلیل هایی که شما در مورد امامین انقلاب و امام راحل عظیم الشأن داشتید، در مورد اونم چند تا نکته عرض بکنم. یکی در مورد این که در حوزه علمیه هیچ مشکلی طلاب و اعاظم و مدرسین با جوان بودن و با حرفهای نو ندارن. در همین حوزه های علمیه، همین امروز محقق اصفهانی که زیر 30 سالگی اون شرح محققانه رو بر کفای نوشته بود، کتاب ایشون الان از کتابهای مورد اعتنای در حوزه هست و همون موقع هم ایشون مورد اعتنا بود. در مورد شهید صدر رحمت الله علیه، زیر 40 سالگی ایشون دوروورشون بزرگانی بودن و همون موقع مورد اعتنا بودن و همون موقع مورد تایید آیت الله خویی بودن. اگر امثال شما در حوزه‌های علمیه مورد عنایت واقع نمیشید، به خاطر حرفای سست و غیر منطقیه که میزنید، وگرنه حوزه علمیه اتفاقا اگر کسی مورد اعتنا واقع بشه محور قرار میگیره. کما اینکه شیخ انصاری رحمت الله علیه کتابهاشون محور است و هیچ کسی هم اندازه ایشون نقد نشده. یعنی در حوزه علمیه اتفاقا اگر کسی محور قرار میگیره نقد میشه، و اگر کسی محور قرار نمیگیره چون حرفهای سست میزنه. مسئله شما و حوزه علمیه چه در اون موقعی که داد تحول میزدید و به قول خودتون مقلد بودید و از نظر ما خلاف نظرات رهبر معظم انقلاب عمل میکردید، چون تخریب کردید ساختارهای حوزه رو، چون طلبه ها رو تشویق کردید به اینکه با
علما و با ساختارهای حوزه در بیفتن و به اصطلاح خود رهبر انقلاب تحول از پایین به بالا رو شما دنبال میکردید که صراحتاً رهبر انقلاب نهی کردن، چه اون موقع که دنبال تحول بودید و مورد اعتنا واقع نشدید، به همین دلیل کارهای غیر عقلانی، پرخاشگری و بیمنطقی، چه الان باز هم همینطور هستید. باز هم علما و طلاب و فضلا از شما حسشون این هستش که شما فقط دنبال شهرت طلبی با کوبیدن بزرگان هستید و الا شهید صد همون موقع که اون نقدهای سنگین رو به بزرگانی مثل محقق نائینی و آقازیای عراقی و محقق اصفهانی داشتن، همون موقع در حوزه مورد اعتنا بودن. همون موقع آیت الله خویی از ایشون تجلیل میکرد و شما چون بیادبید نسبت به علما، چون بیمنطقید در عمل کرد، مورد اعتنا نیستید. مسئله شما اینه و امروز هم مسئله شما با انقلاب اسلامی همین هست و این راهی که شما میروید، این راه راهی است که عاقبت درستی نداره، ولی ما دعا میکنیم که انشالله دوستان از این مسیر غلط برگردن و باب توبه بازه، انشالله که دست از توهین به بزرگان برداریم، انشالله که ما دیگه مراجع معظم تقلید رو با آیاتی که خدای متعال بر فرعون نازل کرد مورد خطاب قرار ندیم. این یک مسئله که مشکل شما توهمی است که دارید و غیر منطقی و پرخاشگری و شهرت طلبی است که دارید. لذا در زندگی نامه خود نوشتتون هم آمد که یک نفر از علما هم حاضر به نقد شما نشدن، تو وقتشون رو تلف شده میدیدن و الا شهید صدر همین امروز مورد اعتناست و همین امروز کتابخواش درسی است و کذا بزرگان دیگه. این یک مسئله. مسئله دوم در مورد تحلیل شما از برخورد علما و امامه. واقعا من تأسف میخورم که چه جور شما یا مستندات رو ندیدید یا نمیخواید ببینید و نمیگید، تحریف دارید میکنید برخوردی که علما با امام راحل عظیم الشأن داشتن. ما در قم آیت الله گلپایگانی مرجع بودن، آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله شریعت مداری. در نجف آیت الله خویی بودن. همین بزرگان وقتی امام رو بردن و زندان کردن، همین بزرگان اومدن شهادت به اجتهاد امام دادن و از دستگاه خواستن که امام رو آزاد کنن. این وقتی که امام مبارزه میکرد و همینطور در ادامه، در ادامه هم همین بود که امام رو کارش رو خلاف شرع، خلاف عقل و خلاف سیره اهل بیت نمی دیدن. این بزرگانی که قابل مقایسه با شما نیستن، نه از حیث اخلاقی نه از حیث علمی. در مورد خصوص آیت الله خویی شما نقل هایی کردید، من فقط این نقل ها رو بخونم در مورد خصوص آیت الله خویی. حالا شما به غیر از مراجع یه آقایونی پرداختید که اصلا ما نمیتونیم اعتنای آنچنانی به اون بزرگواران داشته باشیم، ولی در مورد آیت الله خویی من دو سه تا نکته خدمتتون بخونم که اینا رو ما ببینیم که حرف شما چیه. حالا اسناد هست که عرض می شود که خود امام وارد نجف شدن، آیت الله خویی فرزندشون رو فرستادن برای خوش آمدگویی خودشون، بعد اومدن برای خوش آمدگویی. و حالا خود آیت الله خویی اصلا شما چه جور دارید روایت می کنید که اینا هم خلاف است، اینا بماند. من فقط دو تا نقل بخونم. یکی واکنش آیت الله خویی به شعار خدای خدا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار و نظر آیت الله خویی در مورد تشکیل حکومت اسلامی که اینا هم باید دیده بشه. کاری ندارم که حالا اصلا اساس سنخ تحلیل های شما واقعا زیر سواله. یعنی یک عالمی 20 بار و در عمل در گفتار اومده امام رو و انقلاب رو
اگر تونسته تایید کرده، یه گوشه یه چیزی گفته شده، شما این 20 بار رو اصلا به روی خودتون نمیارید، فقط اون نقل هایی که به نفع خودتون نقل میکنید. این عرض میشود که در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی اومده که جمع کوچکی از عرض میشود که طلاب آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی در خاطرات خودشون به نقل از آیت الله برهان روایت میکنن که عرض میشود که مجلس کاملا خصوصی بود، عوامل امنیت بس حضور نداشتن، از طلاب متفرقه هم احدی نبودن، جمع کوچکی از فضلای معتمد نزد آیت الله عظما خویی حضور داشتن. یک نفر از حاضرین نقل میکنه که چندیست در ایران مسئله جدیدی رسم شده. ایشون میگن چی رسم شده؟ میگن رسم انداختن که بعد از نماز میگن خدای خدای تا انقلاب مهدی خمینی نگهدار، از عمر ما بکاف و به عمرو بیفزای. آیت الله خویی میگن خب چه اشکالی داره؟ یکی از حاضرین میگن که نوعی بدعت بعد از نماز و در تعقیبات نماز ایجاد شده. در جوابشون ایشون میگن دعاست و بدعت نیست. یه نفر دیگه باز اشکالی مطرح میکنن و ایشان جواب میدن و بالاخره اشکال سوم باز آقای خویی جواب میدن و در نهایت یکی از حاضرین میگوید که بنابراین شما این را امری راجح میدانید؟ آیت الله خویی میفرمایند بلکه واجب میدانم. این چرا شما اینا را نقل نمیکنید برادر؟ چرا شما هر چیزی که به نفع خودتون باشه نقل میکنید و چیزی که به نفع خودتون نباشه اصلا به روی خودتون نمیارید؟ روی کرد سانسور محوری که شما در رسانه خودتون دارید جز این نیستش که شما ضعف منطق دارید و ضعف تحلیل دارید و ضعف خبر دارید. آیت الله حسینی شاهرودی در بخش دیگر از چیزایی که ازشون به یاد مونده در مورد مراودات شهید سعد و آیت الله خویی میگن: روزی بنده به اتفاق آیت الله سید کاظم حاری و آیت الله سید محمود شاهرودی خدمت استاد شهید یعنی استاد شهید سعد بودیم. ایشان ناراحت بودن و چهره پریشان گرفته بودن. حزب محاکمه بعث عراق از یک سو سختگیری و برخورد با حوزه علمی نجف اشرف و شدت بخشیده بود و از سوی دیگر با مؤمنین و انقلابیون عراق برخورد کرده و جمع زیادی را زندانی و مشکلاتی را فرا راه تبلیغات دینی و مکتبی ایجاد کرده بود. از طرف دیگر آیت الله خویی در سن کهولت پس از رحلت آیت الله به مرجعیت رسیده بودند و از توان برخورد کم بهره بودند. افراد فعال در بیت مرجعیت که پیگیر مشکلات سیاسی و غیر سیاسی مؤمنین بودند نیز به ایران هجرت کردند و به مناسبت این مسائل استاد شهید فرمودند: شهید صدر در آغاز و شروع حرکت انقلابی با هدف تشکیل حکومت اسلامی در عراق با آیت الله خویی نشست‌ها و مباحثاتی ویژه مسائل انقلابی داشتیم و بر تشکیل حکومت اسلامی توافق کرده بودیم. اینا رو چرا شما نمیگید برادر؟ چرا اینا رو نمیگید؟ چرا نمیگید که شهید صدر فرمودن که در امام خمینی ذوب بشید همونطور که او در اسلام ذوب شده بود؟ شما در چی ذوب شدید؟ شما اون مقداری که بند شما رو میشناسن برادر من، شما جز در اندیشه های سطحی خودتون عمقی پیدا نکردید و جز اون مسیر غلطی که میرفتید در اون مسیر غلط شما عمقی پیدا نکردید. حالا غیر از این که آیت الله خویی اعلامیه‌ای دارن که دعوت از مردم انقلابی میکنن برای رأی به جمهوری اسلامی که اینها منتشر شده، بنابراین این حرف بسیار غلطه، یا شما مطلع نیستید یا دارید تحریف میکنید. بله علما اشکالاتی داشتن، مثل که شما تازه فهمیدید، تازه شما تاریخ خوندید، خب این مشکل شماست. و الا بنده‌ای که شاید 30 ساله دارم در مورد امام خمینی و تاریخ انقلاب مطالعه میکنم، خب اینا رو که ما دیده بودیم. در مسئله دیگه‌ای که مطرح کردید در مورد برخورد با علمای مخالفه، چرا شما اینا رو نقل نمی‌کنید که پزشک مخصوص امام راحل عظیم‌الشأن اومدن خدمتشون، ایشون رو معاینه کردن و بعد به امام گفتن آقا ایشون بسیار پزشک حاذقیه، امام فرمودن از همین جا که پیش من هستی سریعاً برو قم و آقای شریعت مداری رو معاینه کن؟ چرا شما نمیگید که امام با پخش تصویری اعلام توبه آیت الله شریعت مداری مخالف بودن؟ چرا اینا رو شما نمیگید؟ چرا شما دلجویی هایی که شد رو نمیگید؟ خب امام لازم دیدن به خاطر توطئه و کودتایی که اطرافیان ایشون
در این برنامه رفته بودن بالاخره با این اطرافیان برخورد بشه، ولی از اون بر هم قهر داشتن هم مهر داشتن. منتها شما متاسفانه یا مطلع نیستید یا تاریخ رو میخواید تحریف بکنید. این هم در مورد امام و علما، و همین امروز هم همینه. چرا شما فکر میکنید یه بچه طلبه ای هستید که شما فقط جرأت دارید و علمای دیگه جرأت ندارن؟ شما فکر میکنید فقط شما شجاعید و خبرگان همه ترسو هن. چند صد عالم رو دارید متهم میکنید به ترس و به بی‌عدالتی، مطلع نیستید یا زبون شما اینطوریست که باید حتما مراجع رو خفیف کنید، یا چند صد عالمی که در اینها مسلمن علمایی که خودشون اعلم از رهبر انقلاب میدونن هستن و قطعا مطالب رو به ایشون منتقل میکنن، اینا هستن، اینا رو چرا متهم میکنید؟ این مسیر پرخاشه به همه علما و مسیر پرخاش به همه بزرگان، این مسیر قطعا عاقبت خوشی نداره. در مورد تحلیلتون در مورد هدف امام از انقلاب، واقعا من نمیدونم شما اینا رو ندیدید، نمیدونید چیه مسئله، من نفهمیدم. برادر من، شما امام خمینی رو با طالبان مثل اینکه اشتباه گرفتید. شما اصلا عقلانیت کار امام رو متوجه نیستید. کی امام خمینی خواستن انقلاب کنن و تمام اداره حکومت رو به روحانیون بسپرن؟ امام میخواستن انقلاب کنن و اداره حکومت رو به روحانیون بسپرن. بعد چند سال اول ببینید یکی از اختلافاتی که اطرافیان امام خمینی رحمت الله علیه با امام دارد همین استش که شما چرا میگید که روحانیون داخل مسائل حکومتی نشن؟ همیشه بزرگوار شما تحلیل هاتون سطحی بوده، همیشه شما کم حوصله بودید در ارائه تحلیل و فهم عمق. اتفاقا امام خمینی بسیار متوجه بودن. ایشون از روحانیت یک شبکه تبلیغی بسیار کارآمد و منسجم ساختن و با این شبکه تبلیغی مردم رو بیدار کردن. منتها وقتی به واسطه همین بیداری که روحانیت در مردم ایجاد کرده بودن به حکومت رسیدن، اتفاقا نظرشون این بود که روحانیت نیان و اداره حکومت رو به دست بگیرن. شما فرق طالبان و امام خمینی نفهمیدید، بعد امام خمینی رو نقد میکنید. این حرفی که شما زدید، کجا امام همچی چیزی فرموده که من میخوام روحانیت مملکت رو اداره بکنه؟ کجا امام همچی چیزی فرمودن؟ پس این همه دانشجو رو ما برای چی به وجود آوردیم؟ این همه دانشگاه ها رو برای چی درست کردیم؟ این همه متخصصین رو برای چی پای کار آوردیم؟ شما فهم میکنید تفکر امام همون تفکر مسخره است که پروفسوری رو عزل میکنن و بعد طلبه ای رو که خودش گفته من در کوههای فلان جا فقط علوم دینی یاد گرفتم، 3 سال دنبال علوم دینی بودم، چند سال دنبال علوم دینی بودم، اونها رو میذارن سر کار. اگر امام میخواست این کار رو بکنه، خب چرا وزارت فرهنگ رو نداد؟ چرا وزارت عرض می شود که جهاد سازندگی رو نداد؟ چرا وزارت کشاورزی رو نداد؟ چرا این همه وزارت خونه هایی که هست امام تأکید نکرد که یک نفر از اینا روحانی باشه؟ متاسفم واقعا برای این تحلیل ها و فهم هایی که شما از سیره امام خمینی و هدف امام خمینی دارید. نشون میده که شما واقعا در برابر امام هیچ نیستید. واقعا عرصه سیمرغ است که عرصه شما نیست. برادر من، عزیز من، برید مطالعه کنید. شما تو هر چیزی چند سالی مطالعات سطحی میکنید و بعدم یه مقدار فکر میکنید و بعدم یه حرفی میزنید، بعد میگید که چرا مورد اعتنا واقع نشد. اینم از تحلیل شما در مورد هدف امام، که واقعا این تحلیل ها تحلیل های مبتذلی است و من متاسفم برای این تحلیل هایی که شما فکر میکنید خیلی تحلیل های عمیق و اوج و قله‌ای هست این تحلیل ها، و همین حرفا رو میزنید که یک سیاستمدارم به حرف شما اعتنا نکرده و نخواهد کرد.
و متاسفانه شما همون حرفهایی رو تکرار میکنید که 20 سال 30 سال است در فضای مجازی تکرار شد و غلط بودنش رو اثبات خواهیم کرد و اثبات میکنیم و خواهید دید که مبناسازی و مبناپردازی برای این مسائل هم سست است هم اشتباه است، چه از نظر شرع چه از نظر عقل. این هم این نکته. یه قسمت دیگه از نکاتی که بعضی دوستان میگن و اینا رو دیگران هم میگن، تکرار همون حرف هاست و باز تولید حرف هاییست که مدت هاست اینا داره مطرح میشه و جواب هایی هم داده شده. باز من این جواب ها رو عرض میکنم. یک مسئله در مورد تقیه است و اینکه چرا ما تقیه عرض میشود که در مورد داخل و در مورد خارج نداشتیم. یه مسئله ای که این بحثش مفصل است و باید مستنداتش مطرح بشه این استش که ما اون چیزی که از انبیا میبینیم تقیه در شعار ندارن و تقیه که مطرح شده در روایات، این تقیه هم تقیه در شعار رو شامل نمیشه به نظر بنده و شما نمیتونید به تقیه مثلا استناد بکنید و بگید که چرا شعارهایی داده شد، چون تقیه در شعار به نظر میرسه که اصلا ما نداریم. حالا یه سری آیاتش رو که عرض میشود که خوندیم بازم میخونیم. قد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه از قال لقومه انا برعاء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. یا فرمود که محمد صلی الله علیه و آله رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یا در آیات می فرماید که لیظهره علی الدین کله. این نزید در مورد عرض می شود که روایاتی که شما مطرح کردید در باره زمان ظهور و به قول شما زمان مدرنیته و وضع ظهور، من نمیدونم چرا شما این روایات رو مطرح نمی کنید. روایاتی که مدح شدن افرادی که علیه وضع موجود در نزدیکی ظهور اینها قیام میکنن و به پا میخیزن، چرا اون روایات رو شما نقل نمی کنید؟ من بعضی از این روایات رو خدمت عزیزان عرض بکنم. حالا یکی از این روایات روایاتی است که امام باقر علیه السلام فرمودند که کأنی به قوم قد خرجوا بالمشرق. اصلا من میگم که آقا مشرق هم ما نیستیم، جمهوری اسلامی هم نیست، ولی این کار مدح شده. یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه. حق رو طلب میکنن به اونها نمیدن، سپس حق رو طلب میکنن به اونها نمیدن. وقتی که اینطور میبینن وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، اینها شمشیرشون رو بر گرده خودشون میذارن و عرض میشود که حق خودشون رو میخوان بگیرن. قتلاهم شهدا. آیا یک حرکت جاهلانه ای میشه امام بگه که فلان حرکت جاهلانه شهید بود؟ کسی که فلان حرکت جاهلانه رو کرد شهید بود. و حالا در زمان خود اهل بیت چطور از زید تمجید شده، از شهید فخر تمجید شده؟ حداقل یکی از چیزهایی که ما در زمان اهل بیت میبینیم این استش که نسبت به قیامهای متعددی سکوت شده. چرا شما اون روایات رو نمیخونید در زمان اهل بیت و این روایاتی که در مورد آخر الزمان است؟ و بعد فرمود اما انی لو ادرکت ذالک لابقیت نفسی لصاحب هذا الامر. اما بدونید که اگر من اون زمان رو درک میکردم خودم رو برای کسانی که اینطور بودن نگه میداشتم، یا حالا
برای حضرت مهدی نگه می داشتم، منتها اکثرا گفتن که خودم رو برای اون عم نگه می داشتم. بنابراین مدرنیته که در روایات به جاهلیت اخرى تعبیر شده و افرادی که در مقابل این جاهلیت اخرى قیام می کنن که ساختارهای جاهلیت رو و حکومتهای جاهلی رو به هم بزنن، اینها مد شده. چطور شما این روایات رو نمی خونید؟ این هم روایات در مقابل تقیهی که شما مطرح می کنید در برابر مدرنیته. مسئله دیگه، یکی از حرفهایی که شما می زدید این استش که چرا شعار دادیم انبیا اینجور نبودن، حالا ما رد کردیم، چه پیامبر مکی، چه پیامبر مدنی، چه امیرالمؤمنین، اینها هم شعار می دادن هم عمل می کردن. عرض کردیم امیرالمؤمنین همون اول فرمود که من اگر بتونم، اگر اینها مهر زنانتون شده باشه و شما کنیز با اینها خریده باشید، من اینها رو می گیرم. شعارهای خودشو امیرالمؤمنین داد، رسول الله هم داد، چه در مکه چه در مدینه. عرض من اینه، یک جمعیت چند ده میلیونی اومدن رهبری یک نفری رو پذیرفتن. من طبق حرف خود شما دارم میگم، این جایی که این رهبری رو پذیرفته در استراتژیک ترین نقطه جهانه. اون افرادی که این حرف رو پذیرفتن، اینها شیعیانن. یکی از اشتباهایی که شما در تحلیل داشتید، اهل بیت همیشه سر و کارشون با کسانی بوده که اونها رو قبول نداشتن. رسول خدا این همه در مورد امیرالمؤمنین و جانشین ایشون صحبت کرد و قدیر رو انجام داد، اما باز هم تبعیت نشد. امیرالمؤمنین 3 جنگ شد به خاطر اینکه مردم تبعیت نمی‌کردن. خب اینجا چطور بود؟ شما ببینید تاریخ نقل میکنه امیرالمؤمنین خانواده بعضی از این شهدا میرفتن، خانواده های شهدا امیرالمؤمنین رو سرزنش میکردن، کی ما در این جمهوری اسلامی شهید حتی مسیحی که رهبر معظم انقلاب خونشون رفتن، آیا رهبر انقلاب رو سرزنش کردن؟ خب اینا رو ما در نظر نمیگیریم، یه روایتی رو میاریم و بعدم حرفای خودمون رو تکرار میکنیم و همین جور این مسیر غلط رو هی تطبیق میکنیم، حرف غلط رو هی تطبیق میکنیم. ما بعد اینو در نظر بگیریم که اگر انبیا میامدن و در این شرایط قرار میگرفتن و یک جمعیت چند ده میلیونی و یک سرزمین مستقل در اختیارشون قرار میگرفت، آیا انبیا شعار نمیدادن؟ ما اون چیزی که از امام راحل عظیم الشان میفهمیم، تفاوت امام راحل عظیم الشان با شما این بود که شما روایات رو اخباری فهم میکنید و نمیتونید عقلانی تطبیق بکنید بر وضع موجود، ولی امام رحمت الله علیه میتونست هم عقلانی فهم بکنه هم عقلانی تطبیق بکنه به وضع موجود. ما اگر شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو نمیدادیم، مثلا میگفتیم که هم شرقی هم غربی ولی جمهوری اسلامی، آقا این ننگ تا ابد تا الان بر پیشانی ما نبود که هم غرب رو پذیرفتیم هم شرق رو پذیرفتیم، میخوایم حالا خودمون هم یه کارایی بکنیم. خب شما فکر میکنید دین نمیتواند در مدرنیته پیاده بشود و عزت و شرف دین رو حفظ بکند و اسلام یعلو ولا یعلا علیه در این مدرنیته حفظ بشه؟ شما نمیتونید بفهمید چرا امام راحل رو متهم میکنید که امام راحل اشتباه کرد؟ بگید من نمیفهمم. اینجاست که همونطور که عرض کردم، چون ما تقیه‌ای در شعار نداریم، اومدیم و گفتیم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، چون یک سرزمین کامل دست ما بود، چون چند ده میلیون کسانی آمدن و به این جمهوری اسلامی رأی دادن. برادر من، مدرنیته رو من نمیدونم شما چی معنا میکنید، جوهر مدرنیته رو چه میدونید؟ مدرنیته از نظر افرادی که صاحب نظر هستن و مطالعه کردن یه پازل 100 تیکه است. در علم ما داریم سعی میکنیم خودمون رو به قله های علم برسونیم، جز 10 کشور، 5 کشور، 3 کشور برتر باشیم. ما در این مسئله مدرنیته در علم اگر هم عقب بودیم، در این 40 سال داریم عقب ماندگی خودمون رو جبران میکنیم. اگر مسئله قدرته، شما ببینید امروز جمهوری اسلامی
در سطح بین المللی آیا قوی تر است؟ آیا یمن؟ آیا عراق؟ آیا لبنان؟ آیا سوریه‌ای که متحد ما هستند اوضاع بهتری دارند؟ یا پاریسی که تا چند وقت قبل هر شنبه تظاهرات بود؟ یا انگلستانی که در برگزیت شکاف اجتماعی که ایجاد شده هنوز پر نشده؟ یا آمریکایی که تریلیون دلار مشکلات اقتصادی بالا آورده و دیگه در دنیا در بغل گوشش که آمریکایی لاتین بود کسی حرف او رو گوش نمیده و در خاورمیانه هم طرح داعشی که با تریلیون دلار اینها خواستن پیاده بکنن و اسلام و جمهوری اسلامی رو زمینگیر بکنن و بالهای جمهوری اسلامی رو قیچی بکنن، رهبر معظم انقلاب با اون راه برده داهیانه خودشون و ورود مستشاری و ورود بسیار بسیار محدود، تعدادی که ما حق داشتیم در سوریه افراد رو ببریم تعداد بسیار محدودی بود و رهبر انقلاب یک نفر اجازه بیشتر نمیدادن. چند صد تریلیون دلار رو ما با یک مستشاری و با افرادی که از جان و مال خودشون گذشتن ما برباد دادیم. آیا ما و متحدان ما امروز قوی ترن یا اونها؟ همین آمریکا، در همین آمریکا جنبش 99 درصدی بود، چه بلایی دولت مردان آمریکا بر سر جنبش 99 درصدی آوردن. در همین آمریکا چه بلوایی هنوز بر سر بعضی رئیس جمهورهای مبتذل و اهل فحشای اوناست و هنوز این شکاف ها رو نتونستن جبران بکنن. آیا ما الان قدرتمندترین و رو به پیش رفتیم یا اونها رو به پیش رفتن؟ شما برید ببینید در رسانه های خودشون چرا ایران هراسی راه انداختند. دائم از قدرت ایران میگن و ایران هراسی راه انداختند. اگر ایران قدرت نبود، قدرت نداشت، میتونست آیا میشد آیا ایران هراسی راه انداخت؟ از نظر ما مدرنیته یک پازل چند تکه است. اگر بحث قدرتش هست، الان متحدان ما و ما به حسب واقع و روی زمین فعلا تونستیم اونها رو زمینگیر بکنیم. اگر بحث دین است، واقعا من نمیدونم شما چه جور فکر میکنید. آیا اسلام نباید برتری خودش رو بر مدرنیته در عصر مدرنیته بر مسیحیت و یهودیت نشون بده؟ خب اگر این اسلام نمیتونه در عصر مدرنیته برتری خودش رو بر مسیحیت و یهودیت و کفر نشون بده، خب خدای متعال میذاش و بعد از عصر مدرنیته اسلام رو نازل میکرد که اسلام متهم نشه که نمیتونه در عصر مدرنیته برای مردم دین رو و آرامش رو و روش صحیح زندگی رو به ارمغان بیاره. اگر جوهر مدرنیته رو دین و ضدیت با دین میدونید، اگر جوهر مدرنیته رو ضدیت با دین میدونید، خب باید دین اسلام بتونه این برتری خودش رو نشون بده. و تشیع دیگه مسلم است باید بتونه با عقلانیت و معنویت و حکمتی که داره باید بتونه برتری خودش رو در این عصر مدرن نشون بده. ما افتخار میکنیم که استراتژیست های ما امثال شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هن. در اون رتبه اخلاقی، در اون رتبه سیاسی، در اون رتبه عملی و استراتژیست های اونها امثال برژینسکی هن که اون مقدار آدم کشتن. استراتژیست ما نمیتونه ناله یک بچه رو و یک زن رو تحمل بکنه و وارد میدان میشه. استراتژیست اونها داعش رو درست میکنه تا اسلام رو زمینگیر بکنه. ما اگر حرفی برای گفتن نداشته باشیم، این جز سرشکستگی تشیع چیه؟
واقعا باید تأسف بخورم که شما هنوز نتونستید فرق حرکت ما با ترکیه، فرق حرکت ما با مصر، فرق حرکت ما با عراق، فرق حرکت ما با مالزی، فرق حرکت ما با لبنان رو در عصر مدرن بفهمید. فرق حرکت ما با مدعیان تمدن اسلامی رو بفهمید. اگر ما اینقدر ضعیف عمل میکنیم چرا آمریکا این مقدار با ما مشکل داره؟ اگر ما ضعیف عمل میکنیم رها کنه ما رو. چطور است که ما این مقدار مورد توجهیم و مراکز دیگری که هستن مورد توجه نیستن؟ بگذاریم از این که اگر سیاست حضور قوی در فرامنطقه و جغرافیای خودت درست نیست، چرا آمریکا دنبال این سیاسته؟ چرا ترکیه دنبال این سیاسته؟ چرا ترکیه این مقدار خرج میکنه که در سوریه در جاهای دیگه حضور داشته باشه؟ اگر این غلطه، همه اینها فهم غلط دارن. همه اینها شما که میگید دین عقلانی عمل میکنه، همه این عقول غلط میفهمن و دین گفته که نه، شما داخل خودت مشغول خودت باش و چیزهایی که برای شما قدرتزا هستن رها کن. دقیقا حرف شما مخالف آیاته. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خلاف چیزیست که شما میگید. این قوت هر جا باشه ما باید دنبال او باشیم، چه قوت علمی باشه، چه قوت نظامی باشه، چه قوت منطقه‌ای باشه، چه قوت فرا منطقه‌ای باشه. بنابراین به نظرم شما روشن است که نمیتونید بازسازی بکنید قطعات مختلف پازل مدرنیته رو با منظومه دینی و دین رو متهم میکنید. یه وقتی شما همه رو متهم میکردید و انقلاب و رهبر معظم انقلاب رو برتر میدونستید، حالا رهبر معظم انقلاب رو متهم میکنید و دین رو برتر میدونید. میترسم که یه روزی برسه که شما مدرنیته رو برتر بدونید و دین رو متهم کنید. برادر من، این مسیری که شما دارید میرید، این مسیر رو قبل از شما افرادی رفتن. این هم یک نکته که ما چرا وارد شدیم و چه کار داریم میکنیم و متاسفیم که شما حرفای آمریکا رو که نقض ننوبلان بود دارید باز تولید میکنید. متاسفیم که شما یه تکرار تهوع آوری و مبناسازی ضعیفی نسبت به حرفایی که حداقل چند سال از اونها گذشته دارید و فکر میکنید که جلوید ولی در واقع عقبید. این هم یه نکته. مسئله دیگه، چرا ما با آمریکا وارد چالش شدیم؟ من نمیدونم برادر، شما باز دین رو نشناختید، آمریکا رو نشناختید. اگر از مبنای دینی میخواید بدونید، ملاک ما در برخورد اعتقادات نیست، ملاک ما در برخورد دین نیست، ملاک ما در چالش عمل کرده. اگر ملاک ما دین و نظر راجب دین بود، شرق که دین رو افیون توده ها می دونست. اگر ملاک ما دین بود که کسانی که خدا رو قبول ندارن و کافر مطلق هستن در خیلی جاهای دیگه بود و آمریکا حداقل مسیحیه. ملاک ما عمل کرده در برخورد با اسلامه. من سه تا ابرقدرت رو و یک سرطان و قده سرطانی رو مقایسه میکنم که شما ببینید که چرا ما با آمریکا وارد چالش شدیم. شما ببینید چین دایه ابرقدرتی تمدنی نداره، اگرم داشته باشه حرفی نداره. یه اقتصاد داره، با اقتصادش همه جا رو میخواد تحت تأثیر قرار بده، اما حرف جذابی و حرف جامعی برای مباحث تمدنی نداره. بعضی از ورزش‌های خودشون رو و بعضی از عرفان‌های خودشون رو وسط کشیدن که اینها نسبت به مباحث
و کارهایی که آمریکا داره میکنه خیلی سطحیه. اگر ملاک ما عرض می شود که عمل کرد باشه و اگر ملاک ما ضدیت با دین باشه، خب روسیه خیلی ضدیت با دینش و سابقه تفکر ضدیت با دینش بیشتره. اگر ملاک ما برخورد نظامی باشه، روسیه هم خیلی سابقه برخوردهای خشن داره. ملاک ما نه برخورد نظامی است نه این مسائل دینی است. اون چیزی که اسلام به ما میفهمونه و امام راحل عظیم الشان به ما فهمون همین استش که ملاک عمل کرده در برخورد با اسلامه، ملاک عمل کرده در برخورد با انسانه، ملاک ظلمی است که یک تمدنی به انسان و دین میکنه. ببینید ببینید آمریکا چه برخوردهایی با هر کشوری کرده که با او در افتاده. این ملاک ما چرا با روسیه اونطور دشمنی نداشتیم؟ چرا با چین اونطور دشمنی نداریم؟ چرا با انگلیس؟ چرا با بعضی جاهای دیگه؟ برای اینکه ملاک عمل کرده در برخورد با اسلامه. این ملاک ماست. لذا ما با آمریکایی که هر جا فسادی بود، شما برخورد آمریکا رو با ژاپن ببینید، ژاپن رو دو تا بمب اتمی میزنه و تا امروز ژاپنی ها رو و عده‌ای از ژاپنی ها رو متقاعد میکنه که من خوب کردم که به شما بمب اتمی زدم و شما رو اینطور عرض میشه بعد ذلیل کردم و بعد ارتش رو از شما گرفتم. برخورد آمریکا رو با کره شمالی ببینید و کره ببینید، کره رو دو قسمت میکنه، کره شمالی و کره جنوبی، و اینها رو به جون هم میندازه. برخورد آمریکا با چین رو ببینید، معاهده ای که با چین آمریکا امضا میکنه، ببینید که آمریکا چه کار کرده و چه جور میاد و جاهایی رو که اینها از نژاد زردپوست حساب میشن، اینها رو استحاله فرهنگی میکنه و در مقابل چین علم میکنه. کجا روسیه اینطور برخورد کرده؟ کجا چین اینطور برخورد کرده؟ اینی که ما با آمریکا مشکل داریم برای شر مطلقی است که آمریکا هر جا رفته از خودش نشون داده. اینم علت این که ما با آمریکا اینجور برخورد میکنیم ولی با چین و روسیه اینطور برخورد نمیکنیم. و حالا تناسب‌های برخوردی که ما تا به حال با آمریکا داشتیم. مسئله دیگه خود آمریکاست و چرا ما با آمریکا در افتادیم. خب از نظر دینی که روشن است، چون آمریکا همه جا مظهر ظلم به انسان و مظهر اضمحلال فرهنگ و تاریخ و تمدن و دین بوده. از نظر عقلی شما نگاه بکنید، عملکرد آمریکا رو ببینید. شما ببینید آمریکا در عملکرد خودش، در مذاکرات خودش که بالاترین دیگه عملکردهایی بوده که آمریکا از خودش نشون میده، چه جور بوده. آمریکا در مذاکرات معمولا اینجوری ظاهر میشه که امضا میکنه اما تصویب نمیکنه، چون باید تصویب بشه در سنا و در جاهای دیگه. یکی از کارهایی که آمریکا همیشه داشته، چه در مذاکرات چه در غیر مذاکرات، عهد شکنی بوده. اگر مذاکره کرده یا تصویب نمیکنه، وقت کشی میکنه و تصویب نمیکنه که اون مسیری که یک مملکت داره میره در اون مسیر یه چند سالی او رو معطل بکنه، یا رئیس جمهورش امضا میکنه، سنا امضا نمیکنه. یک روش دیگه ای که آمریکا داره در مذاکرات، که به قول شما اگر ما میخواستیم تقیه کنیم بعد میرفتیم مذاکره میکردیم با آمریکا، این استش که امتیازات نقد میگیره و امتیازات نسیه میده که هیچ وقتم اون امتیازات رو اجرا نمیکنه. نگاه بکنید ببینیم که آمریکا توافقهایی که آمریکا عرض می شود که داشته اینا رو چجور عمل کرده و با افراد چجور عمل کرده. شما ببینید که آمریکا با مصدق چجور برخورد کرد، با مصدقی که نفت رو ملی کرد و بعد می خواست
به آمریکایی ها در برابر انگلیسی ها تکیه بکنه، حالا مثلا بگیم یک عمل کرده تقیه‌ای بود، ببینید مصدق رو با چه افتضاحی خونه نشین کرد. ببینید با رضا شاه چه کار کرد، کسی که اطاعت مطلق داشت از آمریکایی ها، با رضا شاه چه جور کردن و چه جور او رو خار و خفیف به یک جزیره فرستادن و در تنهایی و بدبختی رضا شاه مرد. با محمد رضا چه جور برخورد کردن. برید ببینید فرح چی میگه در وقتی که از ایران فرار کردن، چه برخوردهای تحقیرآمیزی با شاه کردن. ما چه جور باید تقیه بکنیم در برابر آمریکا، چه جور باید تعامل بکنیم. تمام کسانی که تعامل کردن و تقیه کردن این سرنوشتشونه. برید ببینید مرسی که در مصر به قدرت رسید و تمام معضلات و مشکلاتی که با آمریکا داشت حل کرد و هم کاری که آمریکا گفت، هر شعاری که آمریکا گفت، هر عملی که آمریکا گفت، به خاطر اینکه آمریکا او را اذیت نکنه عمل کرد. ببینید با مرسی چه کار کرد. مرسی در زندان و بعد هم چه بلایی بر سرش اومد. خب ما چه جور تقیه بکنیم؟ شما آمریکا رو نمیشناسید یا خودتون رو به نشناختن میزنید؟ من یه سری پیمانهایی که آمریکا، این پیمانها رو عرض میشود که نسبت به اینها عهد شکنی و خلف وعده داشته، فقط برای شما عرض بکنم و شما ببینید که متاسفانه با فهم اخباری خودتون چه بدبختی دارید. میگید پیامبر با کفار مذاکره کرد. آیا پیامبر با کفار مذاکره کرد؟ کفار اینطور عمل میکردن؟ آیا پیامبر در قدرت نبود که با کفار مذاکره میکرد؟ یا مذاکراتی که منجر به قدرت میشد پیامبر انجام نمیداد؟ خب این آمریکایی که وضعش این است و ما میدونیم که به هیچ چیزی پایبند نیست، چرا ما باید بریم با این مذاکره بکنیم؟ آمریکایی که قبل از تسخیر لانه جاسوسی اسناد عملش برای سرنگونی ایران بیرون اومده، ما چه جور با این تقیه‌ای برخورد بکنیم؟ و آمریکایی که سابقه او از اول تا حالا عهد شکنیه، ما باید چه جور با او عمل بکنیم و چه جور عرض می‌شود که این رو ما باید باش برخورد بکنیم؟ یکی از معاهداتی که آمریکا شکسته، معاهدات بین ایالات متحده و قبایل بومی 1722 تا 1869 شکونده، معاهدات ورسای که معاهده‌ای بود که مربوط به پایان جنگ جهانی اول بود. این قرارداد بین متفقین و آلمان امضا شد. ویلسون از طرف ایالات متحده در این عرض می‌شود میانجیگری شرکت کرد و بعدم گفتش که در نهایت آمریکا رو به عنوان ناجی جهان می‌شناسند. با این حال رئیس جمهور وقت آمریکا با مخالفت شدید و کنگره با مخالفت شدید نذاشتن این معاهده امضا بشه. توافق ژنو هست که برای پایان نهایی جنگ کره و جنگ هند و چین برگزار شد و توسط ویتنام و فرانسه و چین و اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد، اما ایالات متحده با اینکه شرکت کرد امضا نکرد. پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی است که 1966 آمریکا این پیمان رو امضا کرد اما به تصویب نرسوند. کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان است در 1979 که هنوز این پیمان منتظر تصویب در سناست. قانون دریاهاست که باز هم ایالات متحده این قانون را امضا کرد اما تصویب نکرد. کنوانسیون حقوق کودکانه که عرض می شود که در سال 1995 آمریکا اون را تصویب کرد اما امضا نکرد. پیمان اوتاواست که این پیمان عرض می شود از بین بردن مینهای ضد نفر 33 کشور امضا کردن، آمریکا امضا کرده تصویب نکرده. پروتکل کیوتو 1997 این توافقنامه را اجرا نکرده. در حمله به عراق در سال 2003 بدون مجوز سازمان ملل
حمله کرده. در مورد عراق شما ببینید که آمریکا چه عملی کرده هیچ جایی آمریکا وارد نشده الا اینکه از مذاکره قصدش نفوذ بوده. اینکه ما از اول نذاریم کشور مبتلای به یک میکروبی بشه آیا این غیر عقلانیه؟ یا اینکه ما بیایم کشور رو مبتلای به میکروب کنیم و بعد بگیم که خب حالا که مبتلای به میکروب شد حالا واکسنشو میزنیم. در مورد چین که این چین دیگه پیمان اقیانوس آرام رو بست با ایالات متحده که همین پیمان برای رفع چالش بود، ببینید که آخرش این پیمان هم به هیچ جا نرسید و چین دوباره برگشت. خب این سابقه آمریکا در پیمان‌های بین‌المللی است. در مورد خود ما برجام رو آمریکا امضا کرد اما آیا پیاده کرد؟ بازی‌هایی که در برجام عبور چجور بود؟ چرا شما اینها رو نمیگید و چرا حرف‌های آمریکا رو باز تولید میکنید؟ آمریکا پیمانی امضا نکرده الا اینکه اونو شکونده. خب حالا ما بیایم به آمریکا بگیم که بیا این پیمان‌ها رو امضا کن و با ما هم همینطور بوده، هیچ پیمانی امضا نکرده الا اینکه در این پیمان‌ها آمریکا عهد شکنی داشته و سوء استفاده رسانه‌ای کرده. یک مسئله‌ای که امروز در این دنیای مدرن مطرحه، اون موقع اگر پیامبر صلح می‌کردن کار رسانه‌ای که پیامبر بله ضعف داشت و وا داد مقابل کفار، این نمی‌شد. امروز چه میشه؟ چرا شما رابطه ما و آمریکا رو تطبیق به رابطه امیرالمومنین و معاویه نمی‌کنید که این مقدار امیرالمومنین سازش ناپذیری داشتن در مقابل آمریکا؟ اینم مسئله شعار ما در برابر آمریکا و عملکرد ما در برابر آمریکا. ما افتخار میکنیم که از وقتی انقلاب کردیم آمریکا جرأت نداشت به ما حمله کنه. اگر آمریکا جرأت داشت عراق رو واسطه نمیکرد. ما این رو درست تشخیص دادیم که آمریکا توان مقابله با ما رو در بحث نظامی نداره و ما در بحث نظامی و در بحث‌هایی که مرتبط با شعار هست مقابل آمریکا کوتاه نیومدیم. اگر ما مقابل آمریکا کوتاه میومدیم، امروز باید مثل عراق که تمام دلارهای عراق در بانکی در آمریکا که فروخته میشه، نفت باش فروخته میشه، دست آمریکاست و به مقداری که بتونه تزریق میکنه. اگر ما در برابر آمریکا کوتاه می اومدیم، آمریکا همون موقع نفوذ رو و تضعیف ما رو شروع کرده بود. ما نفوذ آمریکا رو نپذیرفتیم و امروز متهمیم به اینکه ضعیفیم. دیگه چه برسه به اینکه نفوذ آمریکا رو می‌خواستیم بپذیریم. دیدیم در قضیه انرژی هسته‌ای آمریکا چطور با ما برخورد کرد. تعداد سانتریفیوژها رو محدود می‌پذیرفت. برد موشکی ما رو محدود میپذیرفت. ما اگر بخوایم به حرف آمریکا گوش بدیم باید در این قافله علم عقب بمونیم. ما اگر بخوایم به حرف آمریکا گوش بدیم، تجربه ما میگه که ما باید جدایی و دریوزگی بکنیم از آمریکا. در بحث خودرو دیدید که شرکت‌های اروپایی چه جور با ما برخورد کردن. در بحث پالایشگاه دیدید که شرکت‌های اروپایی چطور با ما برخورد کردن. در بحث انرژی هسته‌ای دیدید که چطور با ما برخورد کردن و ما تا نرسیدیم به اون جایی که خودمون توان تولید داشته باشیم، اینا کوتاه نیومدن. اگر ما قدرت داشته باشیم که داریم، نباید مقابل آمریکا کوتاه بیایم. مسئله آمریکا و چیزی که شما نفهمیدید، ایران قوی است و قله‌ای که رهبر معظم انقلاب میگه همین ایران قوی است. چند هزار سال ما در دریاها این حضور قدرتمند رو نداشتیم و امروز در دریاها ما چه حضور قدرتمندی داریم. چند هزار سال بود که ایران در دنیا تأثیرگذار نبود. چند صد سال بود که تأثیرگذار نبود. تا قبل از صفویه بعضی تأثیرگذاری ها بود اما بعد ایران تأثیرگذار نبود. چند صد سال ایران تأثیرگذار نبود و بعد حالا ایران تبدیل به تأثیرگذار شده. متاسفیم که شما حرفها و شعارهایی رو که آمریکا دنبالش هست، شما اینها رو دارید مبناسازی میکنید و تکرار میکنید. واقعاً
باید فکر بکنید برادر بزرگوار که به کجا رسیدید که صحبت‌های شما رو رسانه‌های بیگانه پخش می‌کنن و پرخاشگری‌های شما رو رسانه‌های بیگانه پخش می‌کنن. امیرالمؤمنین که در ضعف مطلق بود کمک ابو سفیان رو قبول نکرد برای اینکه به حق خودش برسه، اما شما دارید کاری میکنید که رسانه‌های بیگانه از حرف‌های شما استفاده کنن و حرف‌هایی میزنید که باب پسند و باب میل رسانه‌های بیگانه است. حداقل مرز خودتون رو با رسانه‌های بیگانه مشخص بکنید. حداقل این مقداری که به رهبر انقلاب پرخاش میکنید به رسانه‌های بیگانه پرخاش کنید. حداقل این مقداری که به جمهوری اسلامی میتازید آمریکا رو نقد بکنید، مدرنیته رو نقد بکنید. اگر شما منصف بودید چرا همون مقدار که جمهوری اسلامی رو نقد میکنید مدرنیته رو نقد نمیکنید؟ چرا همون مقدار که آمریکا رو نقد میکنید، چرا همون مقدار که رهبران جمهوری اسلامی رو نقد میکنید آمریکا رو نقد نمیکنید؟ متاسفیم که شما انصاف ندارید و حرفهای شبه علمی خودتون رو و حرفهای غیر دینی، غیر شرعی و غیر عقلانی خودتون رو به اسم عقلانیت و به اسم دین مطرح میکنید و متاسفیم که فریاد مناظره میزنید اما از مناظره فرار میکنیم. امیدواریم که توبه کنید، به مسیر حق برگردید و به مسیری که درست است و مورد رضایت خدای متعال است انشاءالله هدایت بشید. در مورد عفو عمومی در ابتدای انقلاب که اشکال میشه، چند تا اشکال با مبانی که گفته میشه از طرف این افراد وارده و اینها باید جواب داده بشه، حداقل از طرف کسایی که اینها رو مطرح میکنن. یکی این که قابل مقایسه نیست اون ورود پیامبر به مکه و عفوی که داشتن با ابتدای انقلاب ما به چند دلیل. یک نکته این استش که مرکز انقلاب پیامبر مدینه بود و پیامبر اگر هم اونجا را از دست می دادن باز می تونستن بگیرن و اصل انقلاب پیامبر در خطر نبود و شما باید اینو توضیح بدید که اگر پیامبر حس می کرد که اصل انقلابش به خطر می افته با عفو عمومی که در مکه می ده این چه حکمی داره. یک نکته دیگه این استش که شما می گید اونجا عفو عمومی شد اما نمی گید بعد پیامبر عتاب ابن اسید رو اونجا گذاشت که بسیار سخت گیری کرد، همه رو ملزم کرد به اینکه باید در تمام نماز جماعت ها حاضر بشن و سختگیری های دیگه و تهدیدات فراوان کرد. یعنی درسته که پیامبر عفو عمومی کرد اما بعد حاکمی رو گذاشت که این حاکم کاملا مقتدرانه مکه رو در دست گرفت و اونها رو ملزم به کارهایی کرد که خیلی سختشون بوده، از جمله اینکه حضور در نماز جماعت و 10 تا فرمان داد که این فرمان ها بسیار فرمان های سختگیرانه ای هست. بنابراین اینجور نبود که پیامبر عفو عمومی بده و اینها رو رها کنه، نه خیر. شاید اگر امروز بود این افراد رو تمام به همین اگر پیامبر میخواست همچه کاری بکنه همشون رو پابندهای الکترونیک میزد و همه رو میگفت هر روز خودتون رو باید مثلا به نیروی انتظامی معرفی کنید و و و سختگیری های دیگه. شما اون رحمت رو میبینید، این غضب رو نمیبینید. این هم یه نکته دیگه. نکته دیگه این استش که همون حرفایی که خود شما زدید باز نقض میکنه. در سیره امیرالمؤمنین شما خودتون استناد کردید که حضرت فرمود من در جنگ صفین اونهایی که فرار کردن هم دنبال کردم به خاطر اینکه اینا میرفتن خودشون رو تجهیز میکردن. خب اگر این افرادی هم که در مکه بودن اینا میتونستن برن خودشون رو تجهیز بکنن باز پیامبر قطعا عفو عمومی نمیکرد. حالا تطبیق بکنیم به انقلاب ما. اولا انقلاب ما یک جغرافیای واحد بود، یعنی نمیشد شما
بخواید جایی رو از دست بدید. خود شما هم توی توضیحات گفتید که تفاوت‌هایی داشت و یکیش همین استش که ما جغرافیای واحد داشتیم. چطور ما میتونستیم تهران رو با این گرگ‌هایی که تا لحظه آخر تسلیم نشدن رها بکنیم؟ این مسئله مهمی است. یعنی ما در همون موقعیتی بودیم که امیرالمؤمنین بود و لذا ما هم طبق همون موقعیت عمل کردیم. به نظرم اگر شما بخواید بر سیره تطبیق بکنید، ما طبق همون سیره امیرالمؤمنین عمل کردیم، چون مرکزیتمون و اصلا اصل انقلابمون به خطر می افتاد. همیشه شما در این تطبیقاتتون متاسفانه از این ساده اندیشی ها دارید. نکته دیگه این استش که به حرف علامه تهرانی استناد میکنید، در حالی که حرف علامه تهرانی هم با شما متفاوت است. کما اینکه پیامبر هم در همون عفو عمومی بعضی افراد، سه نفر از افرادی که قتل مرتکب شده بودند، پیامبر دستور دادن که اینها رو بگیرید و بکشید. حرف علامه تهرانی این استش که اون کسانی که قتل مرتکب شدند و اون عرض می شود کسانی که مهره های کلیدی هستن، حالا ممکنه در این مهره های کلیدی اختلاف نظر بود که مهره های کلیدی کی هستن کی نیستن، ولی ما طبق همون چیزی که امیرالمؤمنین عمل کرد عمل کردیم و به اینها مهلت ندادیم. و حرف علامه تهرانی هم با شما متفاوته. من نمیدونم شما چرا به حرف علامه تهرانی استناد میکنید. عفو عمومی یعنی یعنی همه، یعنی ابو سفیانی که یک وقتی حتی اطرافیان پیامبر با رفتن برای ترورش، حتی اون ابو سفیان هم بالاخره متنعم شد از عفو عمومی پیامبر. این هم نکته است که چیزی است که شما اصلا به نظرم اگر دقت داشته باشید نمیتونید، مگر اینکه شما میخواید حرف علامه تهرانی رو بگید. خب حرف علامه تهرانی اگر میخواید بگید، ما هم حرفمون این استش که سیره امیرالمؤمنین هم هست، کما اینکه امیرالمؤمنین فراری های جنگ صفین رو تعقیب کردن و کارهای دیگه کردن، ما هم طبق همون به مقتضای امروز عمل کردیم. یه اشکالی هم ایشون به رهبری منتشر کردن که حالا سبک بقیه اشکالات هم همینه، ما همین یکی رو از باب مشت نمونه خروار جواب میدیم. اولا که ایشون در مورد مسائل ماشین و اینها و تصادفات ایده نوروز موضع گرفتن، موضعشون هست، میتونید ببینید. ثانیاً این که چرا بی انصافی میکنید و جوری صحبت میکنید که کأنه تمام مسائلی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته زیر نظر ایشونه، حال این که روشن است که اصلا اینطور نیست. مثالهای متعدد هست که مسئله اینطور نیست. مسئله دیگه این استش که شما میگید که چرا مثلا قضایای ماشین و تصادفات و کشتار مردم اینطوریست، بعد رهبری چرا ورود نمی کنن؟ من به نظرم شما اصلا جمهوری اسلامی و نقش رهبری در جمهوری اسلامی رو متوجه نشدید. رهبری در جمهوری اسلامی نسبت به جهتگیری جمهوری اسلامی و اسلامیت و نسبت به هدایت مردمی اگر باشه مسئله ورود می کنن. چنان مثالی که میزنید پایینه که واقعا آدم نمیدونه چی بگه. یعنی رهبری رو میارید در سطحی باید رهبر دخالت بکنه که کاریست که یه معاون وزیر باید این مسئله رو حل بکنه دیگه، حد اکثر یه وزیر این مسئله رو باید حل بکنه. و این مقدار شما واقعا از مدیریت نمیدونم متوجه نیستید یا فقط میخواید بهشون اشکال کنید که رهبری چه سطحی است. از اون سطح شما مثلا میارید یهو در سطح اینکه چرا در تصادفات ورود نمی کنن. اگر هم مسئله شما مسئله این استش که آقا اینا دما است و چنین است و چنان است و اینا، اون حالا باز دو تا اشکال هست. یکی اینکه اصلا دما هم باشه، بعضی از دما رو مگر رهبری باید ورود بکنن؟ اینم یه اشکال دیگه ای که هست. مسئله دیگه ای که هست این استش که واقعا این بی انصافی هم هست که همین مقداری که بعضن ایشون دخالت میکنن
داد و فریاد است که همه مملکت رو رهبری گرفته و هر کاری بخواد میکنه و اینو. اگر ایشون دخالت نکنن امثال شما میاد اینجوری اشکال میکنید و اینها که آقا چرا دخالت نمیشه، چرا فلان نمیشه، چرا بیسار نمیشه و اینها، و اگر دخالت بکنن متهمن به اینکه کل مملکت رو دارن اداره میکنن و چنین میکنن، اگر دخالت نکنن بازم متهمن. واقعا از هر دو طرف بی‌انصافی، نه سطح دخالت نه ارتباط اصلا مسئله بهشون. یه نکته دیگه هم این استش که ما واقعا مظلومیت رسانه‌ای جمهوری اسلامی مثل قضیه امام حسن علیه السلام شده. به قدری دروغ بستن، به قدری دروغ بستن، به قدری دروغ بستن به امام حسن که بعضی از بزرگان هم بعضی از دروغ‌ها رو باور کردن. حالا ما هم گرفتار شدیم که به قدری دروغ بستن به جمهوری اسلامی که افرادی که باید بیان از جمهوری اسلامی دفاع بکنن، از رهبر معظم انقلاب دفاع بکنن، الان این افراد خودشون به اشتباه افتادن و میان رهبری رو متهم میکنن. مشکل ما این است، ما توی مسئله رسانه شبیه جریان ائمه علیه السلام و بنی امیه شدیم. یعنی یکی از مشکلاتی که ائمه علیه السلام داشتند این بود که غلبه رسانه‌ای برای بنی امیه به وجود اومد و اینم الان یکی از معضلات ما شده که این مسئله هم به وجود اومده.